بینندگان عزیز، در ادامه خبرها توجهتون رو به اظهارات رضا اولیا، هنرمند مجسمه ساز عضو شورای ملی مقاومت ایران، درباره تازه ترین اثرش تندیس نوید شورشگر جلب میکنیم. من میخواهم به تمام هموطنانم و همه هموطنان عزیزم سلام عرض کنم. من به عنوان یک هنرمند در سالگرد قیام آبان ماه هدیه‌ای به مردم ایران و کانون‌های شورشی دادم. قهرمان نوید افکاری یک انسان شورشی بود. اولین عکسی که از او دیدم به چشمای او خیره شدم. او علیه نظام فاسد و جنایتکار آخوندی شورش کرده بود. این رژیم جنایتکار به ظالمترین شکل او را کشت. و این جنایت برای من به عنوان یک هنرمند مجسمه ساز یک وظیفه ایجاد کرد که تندیس او رو بسازم. بعد از چند روز شروع کردم به ساختن تندیس قهرمان و خوشبختانه با کمک خود نوید توانستم خیلی زود این تندیس را بسازم و به کانون‌های شورشی تقدیم نمایم و پیام بدهم که من با شماها هستم. دوستان، 1500 نفر از مردم ایران و اعضای کانون‌های شورشی در آبان ماه گذشته شهید شدند به دست این جنایتکاران. تجلیل از نوید به قهرمان یعنی تجلیل از قیام مردم ایران، یعنی از زنان، از زندانیان سیاسی. تجلیل از نوید یعنی تجلیل از کانون‌های شورشی که آخوندهای جنایتکار از گسترش آنها به شدت وحشت دارند. من در تمام آثارم سعی میکنم که پیامی برای مردم ایران داشته باشم و تا به امروز سعی کردم که این رو بیان بکنم، بکشم، بسازم. پیامی دارم برای مردم ایران، بله، پیام دارم برای زنان قهرمان، برای زندانیان سیاسی، برای شورشیان قهرمان. من به عنوان یک هنرمند و یک پناهنده سیاسی همیشه شاهد بودم که مردم چه احترامی برای هنرمندان واقعی و مردمی قائل هستند. ایران ما دارای هزاران هزار شاعر و نویسنده و نقاش و مجسمه ساز و دیگر هنرها هستند. مردم احترام گذاشتن به این اشخاص، احترام می‌ذارن. نمونهش دوست عزیزم خانم مرجان صدای مردم ایران بود که دیدیم بعد از درگذشتش آنقدر در داخل ایران از این هنرمند تجلیل کردند که رژیم را به وحشت انداختند. علتش چیزی نبود به جز اینکه مرجان در کنار و با مقاومت مردم ایران بود و یا عکس‌العمل رژیم را در جریان درگذشت استاد شجریان شاهد بودیم که از ترس مانع برگزاری مراسم برای او در تهران شدند. و بعد دیدار استاد شجریان با خانم رجبی توسط دوستان و هنرمندم استاد شمس و استاد طاهرزاده گفته شد جملات رژیم و مزدورانش به این دو هنرمند و دوست عزیزم دکتر هزارخانی وحشیانه شروع شد. اجازه بدید که من بگم، من در اولین روزها از روم به پاریس رفتم و دوست استاد عزیزم مسعود رجبی را دیدم و خواستم که به شورای ملی مقاومت بپیوندم و پیوستم و تا به امروز در کنار مقاومت فعالیت میکنم. این جنایتکاران از آثار من و هزارخانی و شمس و طاهرزاده و صدها و صدها هنرمند دیگر وحشت دارن. بنابراین فقط فحاشی بلدن بکنم. دوستان عزیز، من میخواستم بگویم و تکرار بکنم هر چقدر رژیم بیشتر به هنرمندان واقعی که با مقاومت هستند تهمت بزنند و فحاشی بکنند، آنها یعنی ما
بیشتر نزد مردم ایران مورد احترام و محبوبیت هستیم، چون وظیفه اخلاقی انسانی و هنری خودمون رو انجام میدهیم. دوستان هموطنان عزیزم، شورشیان، صبح آزادی نزدیک است.